سال 1848 فرانسه عطسه کرد اروپا چایید و یک زنجیره از انقلابها از غرب تا شرق اروپا را افتاد که تقریبا هیچ کدومشون موقع به نتیجه نرسید اما الان که نگاه میکنی همهشون نتیجه های بزرگ و تاریخی داشتن بر همین به سال 1848 میگن سال انقلاب مهمترین سال در کل تاریخ اروپا چه سالیه؟ چند تا سال هست که معمولا نامزده یا همچین عنوانی میتونن بشن سالی که انقلاب شکوهمند شد در انگلستان و سیستم مشروطه رو معرفی کرد به اروپا سالی که قسطنطنیه سقوط کرد و افتاد استانبول دست مسلمانهای عثمانی سال انقلاب فرانسه، سال انقلاب روسیه یا حتی در همین قرن بیستم سال تأسیس اتحادیه اروپا اینا همه واقعا نامزدهای خوبی هستند برای این عنوان یک سال دیگری هم هست وسط قرن 19 1848 که توش یک موجی از انقلاب ها اروپا رو در واقعا بهار ملت ها Spring of Nations انقدر گسترده بود انقدر در شهرها و مناطق مختلفی مردم انقلاب کردن قیام کردن که اصلا راحتتر اونایی رو فهرست کنیم که توشون خبری نشد چون در 1848 به جز چند استثنا تقریبا در قلم همه پادشاهی های اروپایی انقلاب شد برای همین هم هست که معروف به سال انقلاب ها گاهی وقتا وقتی درباره بهار عربی حرف میزنن اینو مثال میزنن میگن یک چیزایی بین اینها مشترکه یه نشونه آشنایی بین این دوتا هست حراتا تا پراکندن انقلاب های پراکنده بودن در مناطقی ولی متصل به هم همزمانن عمیقا محلی و از اونور آشکارا در ارتباط با هم مربوط با هم حالا در کنار همه تفاوت هایی که با هم دیگه دارن و انقلاب های هم هستن که عمدتا به عنوان انقلاب های شکست خورده در تاریخ ثبت شدن ولی حالا تو این ویدیو میبینیم که این نگاه چقدر نگاه درستی یا نادرستیه چون بالاخره اگه مثلا این پرچمی که الان برای آلمان میشناسیم داستانش برمیگرده به این به دوره همین انقلاب‌ها یعنی حداقلش اینه که همچین بی نبوده ولی دستاورد و نتیجه‌هاش از این بیشتر من اول یک خلاصه کل ماجرا رو میگم فکت تقریبا خشک بعد بریم یکم توی جزئیاتش 1848 هستیم رژیم های پادشاهی عمدتا مطلقه حاکم هستند در اروپا حالا یه پارلمانای یه مجلس مشورتی یه چیزایی هست ولی در واقع قدرت رو شاه داره یه مقداریش رو با یه بخش کوچکی از جامعه قسمت میکنه با اشراف و فعودال ها قسمت میکنه دموکراسی نیست مردم قد... جمهور مردم قدرت ندارن اما جامعه داره عوض میشه انقلاب صنعتی جمعیت زیاد شده باسواد شدن خواسته های جدید دارن و سیستمان ناتوانن از جواب دادن به این خواسته ها بحران اقتصادی به وجود میاد مشکل رو مشکل میاد اعتراض میشه و بعد نهایتا گروههایی از مردم دور هم جمع میشن و ناگهان انقلاب اول در فرانسه صدای انقلاب بلند میشه پادشاه فرار میکنه فرانسه ای که هنوز یه آدمایی از که انقلاب فرانسه رو دیدن توش زندن خاطرات انقلاب فرانسه دست کم مستقیم خاطراتش رو شنیدن و اون آدما زندن پادشاه فرار میکنه سرعت انتشار اخبار رفته بالا فرداش لندن خبر دارن که پاریس شلوغ شد پس فرداش وین میدونن فرانسه انقلاب شد وین شلوغ میشه انقلاب میشه بوداپست شلوغ میشه زاگرب کراکوف برلین و دیگه میشه انقلابی اروپایی یک سال و نیم به شکلهای مختلف جاهای مختلف اروپا این قصه هست اولش خوب پیش میره حکومت ها میان موافقت میکنن یک سری رژیم ها که تغییراتی بدن مخصوصا روی اینکه قانون اساسی رو قبول کنن خیلی تاکید میشه انقلابی ها ولی اولش بیشتر میخوان حالا چی میخواستن و اینا رو جالبتر میریم تو چون گروه های مختلفی هن چیزهای مختلفی میخوان و اصلا یه بخش داستان هم همینه که این چیزهای مختلفی که اینها میخوان چیه و چطوری مطرح میشه یه تمرین جدیدی میشه برای جامعه های جدید هم نه لیبرال ها نه کمونیست که اینا گروه های مخت... مهمی از انقلابیون هستن هیچ کدوم به خواسته هاشون نمیرسن. قدرت میمونه دست محافظه کارها و دست پادشاهان مطلقه سنتی عموما قدرت دست همونا میمونه ولی یه سری از خواسته های انقلابی ها در جاهای مختلف اجرا میشه و توی خیلی از جاهای اروپا در دهه های بعد از 1848 حکومت ها همون راهی رو میرن که یه گروه های از انقلابیون میخواستن ولی نه به اون سرعت و نه لزوما از همون جاهایی که اینا میخواستن نه دقیقا از همون مسیری که اینا میخواستن ولی بس به همون سمتی که اینها میخواستن برای همین برای همین در واقع خیلیا میگن نباید گفت اینا های شکست خورده ای هستن چون واقعیت از این پیچیده تره طبعا جالب ترم است این خلاصه دیگه خیلی خوش که تاریخیش بود فکت ها بود تقریبا یه خوره بریم ببینیم داستانش برای ما چی داره اولش هم بریم ببینیم مثلا کجا هستیم 1848 گفتیم 1848 کجای تاریخ میشه 60 سال پیشش در فرانسه انقلاب شد نظم مستقر اول در فرانسه و بعدم در اروپا به هم ریخت نظم مستقر نظم قدیم چی بوده پادشاهی های عمدتا موروسی که ام، که خیلی هم فامیل همدیگه هستن قرن هاست دارن به اروپا حکومت میکنن بعد انقلاب شده اروپا رفته در جنگ جنگ و ویرانی و کشت و کشتار 25 سالی این مرزهای قدیمی در اروپا قاطی پاتی شدن جنگ های ناپلونی و جنگ های انقلاب فرانسه و همه اینا تا رسیدیم به کنفرانس وین یعنی رسیدیم به جایی که این رژیم پادشاهی اروپایی که بعضیشون دشمنان تاریخی هم دیگه هم بودن اینا گفتن آقا اینطوری نمیشه این همه چی به هم ریخته و همش جنگه و اینا از وقتی فرانسه انقلاب شده همش جنگ ناپلون اومده و شده اقلامونو زورامونو بذاریم رو هم ارتشامونو بریزیم رو هم این ناپلون رو شکست بدیم بعدش یه سیستمی بچینیم که دیگه سفت باشه صلح و ثبات باشه صفا باشه نشستن و یه خورده این کوتاه آمد و یه خورده اون رو نهایتا توافق کردن و در نتیجه توافقشون هم برای چند دههی تونستن که از جنگ فراگیر بین قدرت های بزرگ حداقل قاره رو در امان نگه دارن یه فرانسه درست کنن که باثبات باشه ولی حالا خیلی قوی نباشه یه ایتالیایی درست کنن که بیشترش مال اتریش باشه لهستان تقسیم بشه بیشترش هم به روسیه و یه چیزی اون وسط درست کنن به اسم کنفدراسیون آلمان 39 تا ایالت و دولت شهر و اینای آلمانی رو یه اتحاد شلی با همدیگه درست کنن در قدرت اتریش هم اینا رو بذارن یعنی اتریش خیلی کلا برنده از وین آمده باشه بیرون ولی اینا با همدیگه خیلی قدرت مرکزی قدرتمندی هم اون وسط نباشن یه همچین سیستمی درست کردن گفتن این موازنه قدرت جدید در اروپا و سیستمشون هم کار کرد منتها معنیش نیست که مثلا چقدر خوب شد که اینا توافق کردن ما از نگاه امروز که بهش نگاه کنیم نمیگیم به به چقدر عالی خوبی داشت اینکه جنگ نبود خوب بود دستاورد وین بود ویدیو جنگ و صلح و اینا دربارهش صحبت کردیم ولی از نظر اجتماعی و سیاسی صلح وین عقبگرد بود اروپا با صلح وین پشت کرد به آرمان های انقلاب فرانسه فرانسه ناپلون یک کاری که داشت میکرد با اون جنگ بود که داشت انقلاب فرانسه رو صادر میکرد آرمان های آزادی خواهانه انقلاب فرانسه رو صادر میکرد آزادی و برابری و برادری و دست کم اول کار این بود که میخوایم آرمان های ضد پادشاهی انقلاب فرانسه رو بفرستیم کشورهای سلطنتی دیگه هر ارتش سلطنتی که جلوی ناپلون شکست میخورد مردم کشور حس و حال آزادی داشتن انگار که ناپلون رفته نظام سلطنتی رو برچیده اعتلافی هم که جلوی ناپلون درست شد از ترس برچیده شدن سلطنت ها بود وقتی هم که اینا در وین نشستن صلح کردن هم درباره مرزها حرف می زدن، هم درباره اینکه ما چطوری نظام های سلطنتیمون رو حفظ کنیم یعنی صلح وین بله ثبات آورد ولی جلوی اینکه قدرت به دست مردم برسه رو هم آورد چون ایده اینا این بود که دوام و ثباتی که ما دنبالش هستیم از سلطنت میاد نه از جمهوری جمهوری یعنی آشوب یعنی آشفتگی یعنی آنارشی در فرانسه دیدیم چی شد که در واقع یعنی چی؟ در واقع اینا یه اشتباه خیلی بزرگی کردن که ما البته الان چون خرد پسنگر تاریخی داریم میفهمیم که اشتباه بود دو تا ایده بزرگ و مؤثر در اون زمان وجود داشت یعنی جرقه های اولیهش اون موقع زده شده بود که اینها اینا رو اصلا جدی نگرفتن و وارد دستگاه فکری و سیستم خودشون نکردن نه لیبرالیسم رو نه ملیگرایی و نشنالیزم رو ممکنم تو ذهنم خیلی بدیهی باشه که خب جمهوری قدرت مردم اینا پیشرفت حساب میشه حرکت به سمت آینده است اون موقع البته اینطوری نبود برای اونا جمهوری میشد واقعا اون وضع فرانسه بعد از انقلاب که کمتر عقل سلیمی اون آشفتگی رو حاضر بود انتخاب کنه اینا می گفتن انقلاب فرانسه جنگ های ناپلونی نظم رو به هم ریخته ما باید شرایط رو برگردونیم به اون نظم قبلی باید برگردونیم به سلطنت برای اینکه به این هدف برسیم اصلا خیلی از پادشاهی موروسی رو که در جریان انقلاب فرانسه و جنگ های انقلاب فرانسه سرنگون شده بودن برگردوندن ساردینیا رو برگردوندن ساکسونی رو برگردوندن هلند رو برگردوندن پروس رو نشوندن یعنی تقویت کردن اینا برگردن پادشاه ها سر حکومتشون حالا با یه تغییراتی حالا با یه اصلاحاتی مثلا قانون اساسی باشه که قدرت پادشاهی خود محدود بشه مثلا یه امتیازایی به طبقه متوسط بدن ولی شکل نظام جمهوری نشه یه ایده های البته مطرح شد که یه نظام های دیگه بیاد مثل مثلا امپراتوری مقدس روم که قبلا بود یا امپراتوری آلمان که بعدا آمد ولی اینا خیلی نگرفت اون چیزی که گرفت و بیشتر روش توافق شد و تهش مثلا موند همون نظام های پادشاهی موروسی بود اینطوری هم نبود که اینا جمهوری ندیده باشن جمهوری فرانسه رو که حالا دیده بودن اونطوری شد و اینا ولی آمریکا هم اون طرف دنیا درست شده دیگه یعنی اینا در دنیای صحبت میکنن که اون سر دنیا آمریکا درست شده و اونم جمهوریه هم که اون داره کار میکنه داره جواب میده تا یه حدی ولی میگن جمهوری به درد اونجا میخوره یه جایی که یه دست یه جایی که یه کوچیکه یه جایی که از بقیه دوره اصلا نماینده بریتانیا میگفتش که مشروعیت سلطنت یک اصلیه که اینو ورش داریم اروپا میشه همون دیوان خانه که بعد از انقلاب فرانسه دیدین دعوت به جمهوری دعوت به مراسم گردنزنیه اساس نظام سیاسی اصلا باید پادشاهی موروسی باشه حالا بگذریم که بعدا همین آدم و همون حکومت نظرشون عوض شد ولی دنیایی که انقلاب ها داره توش اتفاق میفته یه همچین دنیاییه از نظر فکری و سیاسی همچین دنیاییه از نظر اجتماعی هم چند نفر قبلا تصویر اروپای اون موقع ما ساختن ما میتونیم یه نگاهی مثلا بکنیم به بینوایان ویکتور هوگو داره توی یه همچین فرانسه میگذره تربیت احساسات فلوبر رو اگه خونده باشیم اون مال یک چنین دار دورانیه کنتمونت کریستو رو اگه خونده باشیم الکساندر دومان نوشته مال اون دوره از تئاترش هم مثلا تو همین 1848 میره روی صحنه اینا یه پنجره ای میشه برای ما هر کدوم اینا یه پنجره برای ما میتونه باز کنه که بفهمیم مثلا این تیکه اروپا اون موقع چه حالتی داشت چه سر و شکلی داشت یک کاری هم که من دوست دارم بکنم اینه که مثلا این دوره تاریخی رو تو این آثار هنری خورده بریم بررسی کنیم که مثلا فازمون فازش بیشتر دستمون بیاد شاید یه وقتی این کار رو هم کرد خلاصه ولی یه همچین اروپاییه که فرقش چیه با چند دهه قبلش چون فرق داره دیگه وقتی میگیم انقلاب شد یعنی یک تغییرات بزرگی در جامعه اتفاق افتاده بود و حکومت ها تغییرات بزرگی نکرده بودن این فاصله باعث شده بود که انقلاب بشه چه تغییری کرده بود میگن تغییرات جامعه اروپا خیلی زیاد بود یک رشد شدید و زیاد جمعیت اتفاق افتاده بود در نیمه اول قرن 19 در حدی که مثلا جمعیت برلین میگن از 1800 1848 از 175 نفر رسید به 420 هزار نفر جمعیت یعنی خیلی زیاد شده بود بعد جمعیت شهرها زیاد شده بود هم جمعیت زیاد شده بود هم مهاجرت به شهر زیاد شده بود هم سواد رفته بود بالا یعنی مردم انتظاراتشون رفته بود بالا ولی از اونور کیفیت زندگی آمده بود پایین برای بسیاری از مردم دستمزدها کم شده بود قیمت ها بالا رفته بود سطح زندگی آمده بود پایین و در کنار این آگاهی نسبت به اینکه سطح زمین زندگی پایین آمده هم زیاد شده بود چون برای اولین بار داشت در جامعه یک پابلیک سفیر شکل می گرفت یک عرصه عمومی شکل می گرفت که این قبلا نبود الان اینطوری شده بود که مردم میتونستند خارج از قدرت مردم میتونستند فکر کنند صدایی داشته باشند درباره فکرشون صحبت کنن درباره امور مملکت آدمای مختلفی آدمای بیشتری بدونن نظر داشته باشن بحث بکنن و اینا حالا آزادی رسانه بخوان آزادی بیان بخوان مشارکت بخوان آدم های تحصیل کرده بیشتری هستن که حق و حقوقی دارن حق و حقوقی میخوان مطالباتی دارن که از نظام سیاسی میخوان که به اینا جواب بده و اون نظام ها هیچ جوابی ندارن یعنی بجز سانسور کردن و سرکوب کردن کاری هم بلد نیستن بکنن این اتفاق گسترده ای بود اون موقع کلا همه اینایی که داره میگیم پدیده های اروپایی هستن اینطوری نیست که مال اتریش باشه مال مثلا فرانسه باشه گسترده است این انقلاب ها رو هم میگن باید یک پدیده اروپایی ببینیم یک تجربه اروپایی ببینیم درسته که محلی اتفاق افتادن انقلابیون در اتحاد با هم و هماهنگی با هم تصمیم نگرفتن یه حرکتی بکنن و درست هم هست که بعدا هم ادبیاتشون ملی درست شد اصلا محلی درست شد روی مرزهای دولتهای مدرن دولت های ملی درست شد زبان های خودشون مهم شد بعدن اینا همه درسته الان که به عقب نگاه میکنیم اینا رو ملی گرایانه میبینیم واقعا هم اینا اینطوری بود که مخصوصا هرچی تو اروپا از غرب به شرق بیشتر میرفتیم، این فاز ملی گرایانشون بیشتر می شود. ولی اون موقع اگه بودیم هم از نظر اتفاقا هم ایده ها هم اصلا اون شور جمعی که درست شده بود اروپایی بود قاره بود بیشتر همونطور که زمینش هم قاره بود اصل داستانی بود که اروپا داشت عوض می داشت پوست مینداخت نظام اروپا فئودالی بود داشت میرفت سمت نظام سرمایهداری یعنی یک طبقه جدیدی از ثروتمندا درست شده بود که اینا تاجر بودن اینا صنعتگر بودن اینا متخصص بودن اینا میخواستن بازار آزاد باشه اینا میخواستن بازار رو باز باشه اینا یاد گرفته بودن تونسته بودن با هم کار کنن با هم همکاری کنن شرکت سهامی درست کنن بانک بزرگ درست کنن نهادهای مالی بزرگ درست کنن و این اصلا اولویتاش و چیزایی که میخواست و چیزایی که براش خوب بود متفاوت از اون دنیایی بود که تا این موقع وجود داشت و این نظام های سیاسی قدیمی عادت بهش داشتن توش خوب بودن سیستمش رو میتونستن مهیا بکنن با کارهایی که نداشتن میکردن بانک های بزرگ شرکت های بزرگ بانک های یه کارایی داشت امکان پذیر میشد که قبلا نبود ما توی یه ویدیوی داستان کانال سوئز رو تعریف کردیم الان میتونیم بهش فکر کنیم اگه میشتویم کانال سوئز درست کردن و موقع وسط قرن 19 صحبت یه قرون دوزار نیست که خیلی پول لازمه که شما این کانال رو بسازی قرن ها گفتیم بشر میخواست بسازه نتونسته بود بسازه کی این همه پول داشت هیچ کی یک شرکت سهامی درست شد که این سرمایه رو آوردن تونستن این کانال رو بسازن سفرنامه ابراهیم بیک بود خوندیم گفتیم یک ایرانی بود در مصر تجارت میکرد و اینا و عشق وطن داشت و ایران رو ندیده بود و اینا پا شد رفت ایران رو دید کتابش مال 50 سال بعد از این انقلاب است دیگه در آستانه انقلاب مشروطه ایران نوشته شده رفت ایران رو دید و جا خورد از وضع افتضاح مملکت حالا یه چیزایی شنیده بود باور نکرد بود ولی رفت از نزدیک دید جا خورد که چه خبر آخه همه جا رو فساد و کثیفی و ناکارآمدی و اینا برداشته در کنار مثلا بوی گند آب خزینه حمام و تلک گیر بودن معمور دولت و اینا از این هم شکایت میکرد که چرا ایرانی ها یه شرکت بزرگ ندارن چرا این همه تاجر هست تو تهران این همه تاجر هست تو تبریز چرا اینا یه شرکت نزدن با هم کار کنن چرا همه تک تک این یکی از چیزایی بود که تو اون سفرنامه من ذهن منو به خودش درگیر کرد واقعا شاید بی نیستین که از مصر آمده بود دیده بود که شرکت سهامی این معجزه جدید بشر چه غیر ممکنهایی رو داره ممکن میکنه آرزوی هزاران ساله بشر وسط کردن دریای سرخ به مدیترانه حالا داره با این ممکن میشه اومده بود ایران بعد میدید که مثلا آب خزینه چرکه فقط نمیگفت آب تمیز لازم داریم میفهمید که یک ذهنیت جدیدی لازمه که بخشش اینه که چطوری بتونیم با هم یه کاری رو بکنیم که تنهایی نمیتونیم بکنیم که نتیجه بیشتری بگیریم از منابع محدودمون از اون حرفای ساده بدهیه که از این نظرهای همچنان هم دور از دسترس دیگه خلاصه این این یکی از بخش هایی بود که در قاره داشت تغییر میکرد سیستم های جدید طبقه جدید و محدود به یکی دو جام هم نبود همونطور که تغییر جمعیت هم در تمام قاره بود صنعتی شدن هم دیگه کم کم در تمام قاره بود نظم اجتماعی هم در تمام قاره داشت عوض می شد نهادهای جدید پا می گرفتند، بانک ها های در کشورهای خارجی باز می کردن. امور مالی بین المللی می شد گسترش پیدا می کرد. اروپا داشت می به سمت اقتصاد حالا یک پارچه به معنی امروز نه حداقل ولی خیلی بیشتر وصل به هم و این البته خیلی خوبی ها داشت ولی خب یه ریسکایی هم داشت یعنی ریسکاش هم بزرگ کرده بود بازارهای مالی داشتن پیچیده می شدن و وقتی که به هم وصل می شدن یعنی بحران مالی هم دیگه محلی نمی موند. ممکن بود اگر یک جا اتفاق بیفته به بقیه اروپا هم منتقل بشه که شد زمینه های انقلاب 1848 تو وقتی بررسی میکنن یکیش هم بحران مالی که در دهه 1840 اتفاق افتاد بحران مالی بزرگی که نهایتا رسید در 1847 به وحشت بزرگ بحران کشاورزی هم پیش آمد برداشت گندم و اینا یکی دو سال بعد شد این بحران بس شد به بحران بیکاری و پایین آمدن سطح زندگی و دیگه تو جزئیاتش نریم خلاصش همین بس که شرایط اقتصادی و وضع زندگی برای بسیاری از مردم در آستانه انقلاب خراب بود این وضع اقتصادی و یه خوردن وضع اجتماعی وضع سیاسی چی شرایط سیاسی چطور بود سالهای مثلا بین 1815 تا 1848 انقلاب فرانسه یک سری آرمانهایی داشت که بهشون نرسیده بود برای مردمی که در سرتاسر سر اروپا چشمشون به انقلاب فرانسه بود دستاورده و دست آورده به دست نمیده بود ولی خب آرمان ها زنده بود این پادشاهی های موروسی سر جاشون بودند بعد از شکست ناپلون و کنفرانس وین جاپاشون هم سفت کرده بودند ولی نمیتونستند به این خواسته ها کاملا بی توجه باشند سعی کردن یه قدری از اختیارات نظام سلطنتی رو بگیرن یه مقدار مشروطش کنن یه کمی از خواسته های مردم جوابشون بدن ولی چیزی که مردم میخواستن خواست مردم برای تغییر بیش از اونی بود که سیاستمداران مدل کنفرانس وین سیاستمداران محافظه‌کار سنتی سلطنتی اروپایی حاضر شده بودند بدن بر همین واسه خیلی اینطوری بود که ما ادامه اون انقلاب فرانسه رو میخوایم اون خواست ها رو داریم چه در خود فرانسه چه جاهای دیگه بعد این شور انقلابی یه شور ملی گرایانه ناسیونالیستی هم بهش اضافه شد اینم باید با نگاه اون موقع بفهمید. مثلا بذار به زبانش فکر ملت فرانسه داریم که فرانسه حرف میزنن ملت آلمانی داریم که آلمانی حرف میزنن ملت ایتالیایی داریم که زبانشون ایتالیایی اون موقع اینطوری نیست اولا که اصلا کشور ایتالیا و کشور آلمان و کشور مجارستان و اینها نداریم این نقشه رو ببینید خیلی از کشورهایی که امروز تو نقشه اروپا هستن اون موقع اصلاً نیستن بعدش هم اصلا اینطوری نیست که همه جا زبان معیار ملیت باشه شما ممکن بود برای ما ممکن خیلی خنددار باشه ولی ممکن بود هر کسی بپرسی که شما از چه ملتی هستی این به آلمانی جواب تو بده که من فرانسوی هستم کلا هم یه امپراتوریایی بودن که توشون قومیت ها و ملت های مختلفی زندگی میکردن میگه ملت به خاطر اینکه الان اینا ملت های جداگانه ای شدن و این امپراتوریا خیلی هم دلشون نمیخواست که مردم احساسات ملی گرایانه و اینا پیدا کنن بخوام برن با هم دیگه باشن ولی مردم کردن روسیه و هابسبورگ و اینا این خواستار رو سرکوب میکردن این ایده ها رو سرکوب میکردن ولی خب واقعیت تاریخی مسیر دیگری رفت و البته حالا میشه تو هم نگاه کرد میشه اینطور نگاه کرد که واقعیت تاریخی مسیر دیگری رفت به خاطر اینکه اینا چشمشون باز شد تا قبل از جنگای ناپلون برای سالها و قرنها اروپا عادت کرده بود به واحدهای سیاسی که توش گروه های قومی مختلف داشتن کنار هم زندگی میکردن امپراتوری هابسبورگی داشتی که توش سربا بودن و مجارا و چکا و ایتالیایا و جرمنها و همه اینا در یک واحد سیاسی بودن خیلی هم شاید براشون مهم نبود که مثلا یه بخش های دیگری از ایتالیایی زبان ها دارن در یک واحد سیاسی دیگری زندگی میکنن اما در اثر جنگ های ناپل اون مرزها برداشته شد هر گروه قومی ادامه خودش رو بخش دیگری از خودش رو انگار تازه پیدا کرد و بعدا دیدن که اینا میتونن با هم واحد سیاسی جدیدی درست کنند بر مبنای همین زبان مشترک یا قومیت مشترک ولی ناپلون کله شد کنفرانس وین آمد و به این احساسات تازه برانگیخته شده قومی اینا هم خیلی اهمیتی نداد مرزها رو بی توجه به این گروه ها کشید با این تفاوت نسبت به قبل که اینا دیگه اون آدم های قبل نبودن اینا همدیگه رو پیدا کرده بودن و انگار برای آینده یک تصویری بعضی حداقل کشیده بودن که دوست داشتن برن به سمتش بر همینم هم تو مرزهای قبلی جا می شدند. و هر چیز سرکوب ها بیشتر شد میل اینها به یک پارچگی هم زیادتر شد یکی از شدیدترین نقطه های بروزش لهستان لهستانی که تو کنفرانس بیان بیان عملا حذفش کردن از رو نقشه دادن دو تیکش کردن نصفشو پروس بخوره نصفشو روسیه بخوره بالا کشیدن رفت یا به این مقدارش امپراتوری هابسبورگ بخوره رفت و حالا بعدا اگه وقتی داستان لهستان رو بگیم میفهمیم که چقدر قرن سخت و تلخی شد برای لهستانی اون موقع و البته واقعا قرن بیستم هم اینطوری خلاصه ناسیونالیسم در اروپا جون گرفت و یه جونی هم گرفت که حالا اینطوری شروع کرد ریشه زدن و جون گرفتن بعد کم کم شدید شدن دیگه یفی جاهای تو نیمه دوم قرن 19 تنه به تنه بیگانه هراسی زد رفت سمت برتری های نجادی و رفت و رفت تا عدلش این دولت ها این ایده های در آمد که دولت ها باید در محدوده زبانی و نجادی مشترکی شکل بگیرند حالا این حیات همه ای امپراتوری های چند زبانی رو تهدید می کرد و تهدید کرد دیدیم سر عثمانی چه آمد سر هابسبورگ چه آمد ولی این جریان ناسیونالیسم نژادی یه مسیر دیگه هم یعنی یه جلوه دیگهش هم میتونیم بعدا ببینیم که این شد که آلمان ها با اسلاف ها چه مشکلاتی پیدا کردن منزجر شدن ازشون یک بخشهایی از اون جامعه ادامه اینو بعدا توی کولتور کامف نبرد فرهنگی جنگ فرهنگی بیسمارک میبینیم که خورده دورش صحبت کردیم توی ویدیوی بیسمارک توی رابطه و رفتار اروپایی ها با یهودی ها میبینیم اینا نتایج این دنیای جدید و این اروپای جدید بود داستان تازه مشکلات تازه اون موقع اروپایی که تقریبا پرتغال رو بذاری کنار در اون منتها علیه غربی اروپا پرتغال رو بذاری کنار هیچ کشوری تقریبا در اروپا نیست که مرزهای سیاسی و مرزهای زبانیش یکی باشن همه قاطی پاتی اما در همین اروپا 130 سال بعد دیگه کمتر کشوری رو پیدا میکنی که یک زبان مشترک واحد نداشته باشه هست ولی استثناه یعنی این زبان مشترک بعدن شد یک جور چسب جدیدی یک عامل وحدت بخشی برای اینکه این, این ملت های تازه دوش ساخته بشن هرچند که تنها عامل نبود اتفاقای دیگه ای هم داشت میافتاد در فضاهای دیگه ای که اونا هم خیلی اثرهای پررنگی داشت روی شکل گیری ملت ها مثل پیشرفت تکنولوژی خط آهن مثل نیروی بخار خط آهن فیزیکی مردم رو به هم وصل می‌کرد. حالا میشد تیکت های ملتی رو که قبلا به هم بست نبودن به هم متصل کرد هویت مشترک اقتصادی پیدا کنند ماشین چاپ پیشرفت میکرد تلگراف آمد باعث میشد که ایده ها گسترش پیدا کنه سریعتر اطلاعات سریع به چرخه رسانه های جمعی روزنامه مجله اینا بیان روایت مشترک منتشر بشه حس آگاهی ملی بین اینا پرورش پیدا کنه وقتی میگیم انقلاب اروپایی بود در همه جا بود به سرعت پخش شد یعنی اینا از حال هم با خبر بودن یعنی اخبار هم رو میخوندن خبر با کشتی بخار رسید به ونیز دیگه چیزی سریعتر از کشتی بخار رو موقع نبود ولی کشتی بخار خیلی سریع حساب میشد موتور بخار روی سرعت انتقال خبر هم اثر گذاشته بود چون حالا کشتی چون بوب کشتی بخار بود تندتر میرفت اون جاهایی که تلگراف بود تلگراف نقشش خیلی مهم بود در جریان انقلاب ها هم همینطور بود در گسترش انقلاب و البته بعدا در سرکوب و جمع کردنش هم تلگراف یا همین راه آهن و اینا خیلی مهم بودن برگردیم به اروپای بعد از صلح یه مقدار زیادی از این ویدیو فضا سازی و همین توضیح دادن ایده هاست که من همیناشو خیلی دوست داشتم یعنی اون چیزهایی رو که وقتی میخوندم دربارهش رو تحقیق میکردیم و صحبت میکردیم دیدم اینا چقدر لازمه برام نه فقط خود اتفاقا که اینجا چی شد اینجا چی شد اینجا چی شد بلکه اصلا پشت پرده چی شد توی توی ذهن مردم و توی وجدان جامعه چه اتفاقی افتاد اینا رو یه خورده توی تو این ویدیو زیاد صحبت میکنیم بیشتر از خود رویدادها حالا برگردیم به این اروپای بعد از صلح وین ببینیم کنار این پیشرفت تکنولوژی و شدت گرفتن انقلاب صنعتی و ظهور ناسیونالیسم و اینا دیگه چی داره اروپای بعد از صلح وین یک نسخه ای از دموکراسی که روشنفکرای انقلابی فرانسه دنبالش بودن پیاده شده اما نه در اروپا در آمریکا یک اقیانوس اون طرفتر در. در فاصله انقلاب فرانسه تا صلح وین آمریکا به عنوان یک جمهوری دموکراتیک برپا شده و تاثیر عمیقی گذاشته روی اندیشه سیاسی در اروپا بسیاری از ها نگاه خیلی تحسینآمیزی دارن دارن میبینن یک کشوری داره شکل میگیره که آرمانش آزادیه حق تعیین سرنوشت نمونه یک کشوری که مبناش حاکمیت مردمه یک بخشی از جامعه روشنفکرای اروپا و آمریکا رو یک الگویی میبینن که نشون میده که میشه یه نظامی به جز سلطنت هم مستقل کرد تو دهه 1820 آمریکا دیگه هفتمین رئیس جمهورش داره تجربه میکنه دوره دموکراسی جکسونیه و تغییرات اقتصادی و تغییرات اجتماعی آمریکا یه خود اروپایی انقلابی رو خوشبین هم میکنه امیدوار هم میکنه یه نظم سیاسی که داره کار میکنه تساهل مذهبی هست آموزش عمومی رایگان هست یه جاهایش حقوق زنان داره با یه درجاتی داده میشه بهشون اینطوری که نگاه میکنن روشن فکرهای اروپایی به آمریکا مخصوصا در فرانسه الهام میگیرن ازش و باعث میشه که مثرتر بشن در خواسته های خودشون و در چنین حالی در چنین وضعیتی جرقه انقلاب ها در اروپا زده میشه خیلی از چیزایی که ما تو این ویدیو میگیم بر اساس صحبت های به نام آقای کریستوفر کلارک ایشون میگه که این انقلاب ها سه فصل داشتن در سه فاز اتفاق افتادن بهاری بود و تابستونی بود و پاییزی بهارش میگه در برلین بود و در پشت پشت یا بوداپشت امروز در میلان بود در وین بود ملی حالا ملیگره ها که میگیم تصورمون تصور امروز نباشه دیگه آدمایی که شعارهاشون محور ملی داشت ملت ایتالیا ملت مجار اینا خیزش کردن ریختن بیرون در شهرهای مختلف این فاز خیلی هم موفق بود بهار بود دیگه موفقیت های تاریخی داشت سر صداش بلند شد مترنیک از وین رفت فرار کرد یا رانده شد عزل شد استعفا داد هرچی ارتش پروس از برلین عقب نشست در ناپل در دانمارک در ساردینیا کانستیتیوشن صادر شد تقریبا میشه گفت مثل همون اتفاقی که در انقلاب مشروطه ایران افتاد 50 -60 سال بعدش قدرت پادشاه که تا اون موقع مطلقه بود مشروط شد این فازی بود که توش انقلابیون را وقت خوش بود جشن وحدت بود بهارشون بعد تابستون شد تابستان داغ بین انقلابی ها اختلاف بالا گرفت صداهایی بلند شد که تغییرات کافی نیست اصلاحات کنده در وین کمیته امنیت عمومی درست شد کمیتی of Public سیفتی. اسمش آشناس چون همونی که 60 سال پیشش در فرانسه هم که انقلاب شده بود کمیته امنیت عمومی درست شد که اون اصر وحشت رو درست کرد که توش گیوتین انقلابیون سخت مشغول کار شد اختلاف بین لیبرال ها و رادیکال ها بالا گرفت خشن شد خون به پا شد در پاریس در یک روز سه هزار نفر کشته شدند این تابستان داغ و طولانی 1848 بود و بعدش پاییز شد نیروهای ضد انقلاب سرکوب کننده انقلاب وارد برلین شدند وارد پراک شدند وارد سیسیلی شدند وارد وین شدند پارلمان ها رو بستند انقلابیون رو گرفتند در شهرهایی مثل روم در جنوب آلمان سوسیالیست های رادیکال صداشون بلندتر شد که البته اونها هم سرکوب شدند اونها هم اعدام شدند ارتش فرانسه اومد انقلاب رو در روم سرکوب کرد روس ها ارتششون رو فرستادند که انقلاب مجارستان رو سرکوب کنند این دفعه قرن 19 ما 1848 تیم که روس ها ارتش فرستادند انقلاب مجارستان رو سرکوب کردن این دفعه اولیه که ارتش روسیه ارتشی از روسیه خیزشی از مجارستان رو سرکوب میکنه دفعه اول و دفعه آخر نیست صد سال بعدش های شوروی سوسیالیستی میان خیزش بوداپست رو میکوبن همونطوری که در رشدش در شکل گرفتنش این انقلاب اروپایی بود و بین ملت ها بود در سرکوبش هم اروپایی بود بین حکومت ها همکاری شد فرانسوی ها رفتن به نجات پاپ ایتالیا روس ها رفتن به کمک هابس برج بر میدان پیروز شد به قول نایل فرگوسن قدرت زور بر اندیشه بر ایده ها پیروز شد میبینی پیچیده است خوده تو هم تو همه همش بعد هم پیچیده است همین که تهش انگار هیچ کدوم پیروز هم نشدن ده آدم ممکنه خب فکر کنه واسه چی دارم اینو میخونم واسه چی مهمه ولی مهمه حداقل برای من که دارم سعی میکنم یه کمی از تاریخ اروپا و دنیا سر در بیارم مهمه مهمه و بسیار جالبه چون انگار داری شکوفا شدن ایده های سیاسی رو میبینی چه لیبرالیسم رو چه سوسیالیسم رو چه نشنالیزم رو ملیگرایی رو چه کانسرواتیسم رو محافظه کاری اینا همه اینجا میریزن بیرون همه اینجا یک, یک ویترینی شده انگار یک دنیای تازهی شده که همه این ایده ها دارن یه مقداری خشنتر یه مقداری جدیتر وسط خیابون بعضی وقتا با هم گلاویز میشن یه نقاشی معروفی هست از نقاشی اهل دوسلدورف نشون میده کارگرها بیکار شدن اعتراض دارن کارخونه ها تعطیل شده نماینده فرستادن جلوی قدرتمندان شهر نامه اعتراض آمیزشون رو مثلا تحویل بدن نقاشی مورد علاقه مارکس بود مارکس مارکس هم مال همین دوره است مال همین دوره انقلاب است مارکس میگفت با یه نقاشی داره کار چند صفحه مقاله رو میکنه تصویری از همون جو انقلابی مخصوصا در آخرش مارکس و انگلز اینا از کسایی بودن که ایده در دنیای متاثر از این انقلاب ها خیلی پرورش پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و خیلی خودشون هم گسترشش دادن کلا هم اسمشون اومد بگیم اصلا در تلاش برای فهمیدن اینکه این انقلاب ها چی بود در تلاش برای فهمیدن جامعه اون روز همین کاری که ما یه خورده داریم تو این ویدیو میکنیم در تلاش برای فهمیدن این ایده و چهارچوب تازه ای شکل گرفت که مثلا اساسش رو نمیذاشت روی ایده ها میذاشت روی واقعیت قدرت ها در فکر کردن به این بود که مارکس و انگلس اندیشه هاشون رو پرورش دادن به فکر کردن به جامعه ای اون موقع بود شکلگیری رئال پلیتیک اینجاست ریشش اینجاست که به جای ایده ها به قدرت ها فکر کنیم به واقعیت قدرت ها و برایند اینها فکر کنیم برای اینکه ببینیم که چه اتفاقی در عرصه سیاسی میفته سخنرانی آیرن اند بلاد آهن و خون بیسمارک هست تو ویدیوی بیسمارک دورش صحبت کردیم که چه آدم مهمی بود چه کار اثرگذاری کرد با شکل دادن به آلمان به شکل دادن به اروپای جدید اون سخنرانی ریشش تو همین انقلاب حرفی که بیسمارک اونجا داره میزنه حرفای بر اساس اتفاقاتی که در انقلاب 1848 افتاد اینا از تبعات مستقیم یا غیر مستقیم همین انقلاب است همه اینها داستانهای اروپای میانه قرن 19 هستند چنان پرسش هایی در جامعه اون روز مطرح شد که برای جواب دادنش اون ایده ها و درک های قدیمی دیگه خیلی ناکافی بود نگاه تازه‌ای لازم بود ابزارهای فکری تازه‌ای لازم بود ادبیات و سیستم نگاه کردن تازه این مورد نیاز بود و بعد از این جالبتر خوب که نگاه بکنی انقلابی به پا شد در اروپا حتی در اونهایی که این ایده ها رو جدی نگرفتن یعنی نپذیرفتن انقلابایی که پیروز نشدن توی خود دولت ها انقلابی اتفاق افتاد وسط قرن نوزدن ما از اینجا که نگاه میکنیم میبینیم نارضایتی از وضع موجود بود خواست تغییر وجود داشت شرایط اقتصادی نامطمئن شده بود همه اینا رو هم انقلاب شد و همه اینا رو هم سرکوب کردن ولی ولی یک تعدادی از خواسته های انقلابی ها بعدا توی سیاست های همون دولت های محافظ کار در آمد و اجرا شد شاید نمی دلش اینی که جامعه دیگه آماده بود و باید این اتفاق می افتاد. مثل بدنی که آماده سرما خوردن هست مترنیخ می گفتش که فرانسه عطسه کرد اروپا سرما خورد چون انقلابا از فرانسه شروع بود ولی لابد بدن آماده بدن ها همه آماده سرما خوردن بوده دیگه بدن ها انگار همه آماده بوده همه انگار میدونستن که اگر اتفاقی در فرانسه شروع بشه همه اروپا رو درگیر میکنه بخشی از تلاش صلح هم همین بود که تغییر در فرانسه رو محدود کنه قابل پیش بینی کنه قابل کنترل بکنه و برای مدتی هم جواب داد ولی خب جامعه به عقب بر نمیگشت این دفعه البته انقلاب از فرانسه شروع نشد واقعا از سوئیس شروع شد از سیسیلی شروع شد شروع شدنش هم تصادفی داستان شروع شدنش رو بگی معلوم میشه که مثل همه انقلابای دیگه البته مثلا سوئیس چطوری بود فوریه 1848 یک گروهی از فعالان لیبرال در زوریخ جمع شدن درخواستشون این بود که قانون اساسی جدیدی تصویب بشه که قدرت بیشتری به مردم بده نیروی سرکوب اعزام شد به زوریخ،, به زوریخ که تجمع رو به هم بزنن درگیری شروع شد در سیسیل هم دوباره خیلی اتفاقی یکی یه پستری زده بود به دیوار که فلان روز قرار انقلاب بشه بعد مردم رفتن تو خیابون ببینن که واقعا چطوری قرار انقلاب بشه از اون طرف هم نیروهای سرکوب اومدن که نذارن انقلاب بشه یه درگیری پیش میاد و میشه جرقه انقلاب تو پاریس هم تقریبا همینطوری شروع میشه یه تیراندازی تصادفی و کنجکاوی مردم که بیان ببینن چی شده و ازدهام جمعیت و از کنترل خارج شدن و شرایط و شروع حرکت انقلابی دو روز بعد اون امپراتوری ظاهرا با ثبات و مستحکم میریزه از یه نظری مثل همه سقوط های اینطوری اولش یواش یواش میریزه بعد یهویی یه میریزه ما گاهی فقط اون بخش یهوییش یه میبینیم ولی اینم مدت ها ضعیف شده حتما بعد یه ریخته تظاهرات سه روزه ننداختتش همه اون ضربه ها و از دست دادن ها و گوش نکردن های قبلی به اضافه این سه روز کارشو ساخت همون اولش قبل از اینکه پاریس شلوغ بشه یک شهرهایی در اروپا سر صدا بلند شده بود توکویل سخنرانی هشدار دهنده ای کرد توکویل از متفکرین برجسته قرن 19 اون موقع وارد سیاست شده بود در فرانسه توی پارلمان بود یک سخنرانی کرد گفت که بادهای انقلاب در اطراف ما وزیدن گرفته گفت فکر نکنید این بادا همیشه از ما دور میمونه اینا میان به ساحل ما میان به زودی بر سر را ما خواهند آمد باید آماده بشیم براش ولی خلاصه یا حالا خیلی دیر بود بود یا آماده نشدن و فرانسه ناآرام شد خیلی سریع سلطنت سرنگون شد دوباره و جمهوری دوم فرانسه تأسیس شد خبر انقلاب در پاریس سریع پخش شد رسید به آلمان در آلمان انقلابیون حالا سه مدل بودن حداقل یعنی یه گروه های بودن که خواستشون این بود که ایالت ها و متحد بشن آلمان واحد درست بشه یه گروهی بودن که میخواستن قانون اساسی های هر ایالتی عوض بشه حقوق شهروندی بهشون داده بشه یه گروهی هم بودن که دنبال حقوق کارگران بودن یعنی کارگرانی بودن که دنبال حقوقشون بودن این گروه سوم و... بعدا آتیششون تندتر هم شد دو متفکر آلمانی یعنی پروسی که البته به خاطر عقایدشون در پروس زندگی نمیکردن فرار کرده بودن در لندن زندگی میکردن یک جزوه مختصری نوشتن در همون 1848 کارل مارکس و فردریش انگلز یک جزوه مختصری نوشتن که خیلی الهام شد هم در آلمان و هم کم کم در بسیاری نقاط دیگر اروپا و بعدا در جهان یک پنفلت نازکی که آدم واقعا نگاه میکنه فکر نمیکنه که چه تأثیری میتونه گذاشته باشه این ایده ها در, در دنیا در دهه ها و بعدم در قرن بعدش اصلا یک نگاه تازه ای داد یک روایت تازه ای داد از تاریخ از مسیری که جامعه آمده و جایی که داره میره یا جایی که از نظر اونها باید بره اون موقع اینطوری نبود که همه انقلابی های آلمان کمونیست بشن دل بدن به این جزوهه ولی یه تعدادشون این رو خوندن و آتیششون تندتر شد مانیفست کمونیسم همون 1848 منتشر شد متن انقلابی قدرتمندی بود سرمایهداری رو هدف گرفته بود البته اینطور نیست که جرقه انقلاب رو این زده, زده باشه ولی یک چارچوبی بود برای فهمیدن بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی که منجر به نارامی ها شده بود و انتشارش هم فضا رو رادیکال کرد مخصوصا در آلمان که طرفدارای زیادی هم داشتن نویسنده هاش اتحادیه کمونیست درست شده بود نقش اثرگذاری داشت در اینکه یک بخشی از انقلابیون رو سازماندهی کنه ولی خب همین حرفا و همین ایده ها و اینا در فرانسه همچین تأثیری نداشت انقلاب فرانسه با اینکه میگیم انقلاب اروپایی بود به هم یک پارچگی داشت ارتباطاتی داشت و اینها ولی انقلاب فرانسه رو بیشتر لیبرال های طبقه متوسط رهبری میکردن که دنبال جمهوری بودن دنبال سرنگونی سرمایداری نبودن و همین مقایسه رو کردیم که نشون بدیم چقدر خواسته ها و اهداف و گروه های درگیر این انقلاب ها متفاوته و چقدر گاهی حتی مقابل همدیگه هستن این جزوه مانیفست کمونیست تو آلمان خیلی چرخید تو پروس خیلی چرخید پادشاه پروس اومد گفتش که من از اتحاد آلمان میتونم طرفداری کنم و قانون اساسی هم مشکلی نیست و این دوتا تا خواسته رو میتونم انجام بدم ولی این مانیفست دیگه خیلی ادعای بی‌شرمانه و خیلی عراجیف و دروغ و یاوه و توش هست من زیر بار این نمیرم و البته که بقیه رو هم انجام نداد در اوج انقلاب یه قولایی داد وقتی مثلا متنیخ واداده بود رفته بود به تبعید یه قولایی داد هم آروم شدن و اینها ولی بعدم مسیر رو تغییر داد و رفت ایشون هم برای سرکوب همونطوری که بقیه رفتن گوشه و کنار امپراتوری اتریش هم آشوب شد کراکوف و بوداپست و ایتالیایی که دست هابسبورگ هم جز سیسیلی و ونیز و لومباردی و اون قلمروهایی که دست پاپا پا بود و اینا هم درگیر انقلاب شدن بخشای از لهستان که توی روسیه بود ناآرام شد اصلاحات قانون اساسی میخواستن استقلال میخواستن که البته همه سرکوب شدن بیشتر انقلابی ها دنبال یه جور اصلاحی در قانون بودن یا دنبال اصلا تصویب یه چیزی به عنوان قانون اساسی بودن یعنی نمیخواستن دموکراسی برقرار کنن خیلی ولی همین خواستشون هم در اون دوره محقق نشد توی سوئیس و دانمارک میشه گفت جاهایی بود که بیشتر رسیدن یعنی به اوضاع بیشتر به نفع انقلابیون بود سوئیس توی همین دوره نارامی های تجربه کرد که باعث شد قانون اساسی فدرال سوئیس تصویب بشه در 1848 دولت فدرال مدرن سوئیس درست بشه در دانمارک هم به یک بخشی از خواسته هاشون حداقل رسیدن و اصلاحاتی در قانون اساسی و اینها اتفاق افتاد آزادی های سیاسی و حقوق شهروندان بیشتر شد ولی رو نقشه که نگاه کنی همونطوری که گفتم بیشتر اروپا درگیر ناآرامیه و بیشترشون هم به بیشتر خواسته هاشون نمیرسن کیا هن این انقلابی ها؟ یه نگاهی هم به این بکنیم چون یک نگاهی حالا به شرایط اروپا بکنیم میشه فهمید کیا هن که دارن انقلاب میکنن حالا یک چهره ندارن گفتم دیگه لیبرال ها هستن ملی هستن رادیکال ها هستن مبارزان کاتولیک هستن محافظه ها هستن حتی سوسیالیست ها هستن کمونیستها هستن به هر کدوم اینا هم خواسته های خودشونو دارن برای همین نمیشه یک کاسه دید اهداف انقلاب رو و بعضی از اینا کشته میشن از, انقل... از اعدامهاشون از قهرمانانه و الهام بخشی نقل میشه نامشان زمزمه نیمه مستان مبارزان لیبرال میشه تا سالها و دهه های بعد همین آقای کلارک چند جا دیدم که وسط مصاحبه یا سخنرانی زد زیر آواز یک شعری رو خوند که مثلا شعریه که برمیگرده به داستان اعدام یکی از مبارزان در آلمان دی فور کیندر فول یا مجارستان چهره های انقلابی بیرون داد ایتالیا چهرهای انقلابی بیرون داد که اصلا پایه های جنبش ایتالیایی جوان رو گذاشتن بعدا رفت برای متحد کردن ایتالیا از, از همینجا انرژی گرفت در بدنه انقلاب هم خیلی جاها طبقه متوسط جدید رو فعال میبینیم روزنامه رو میبینیم که نماینده جامعه هستن هم یه پدیده تازه صدای گروه های تازه به صدا در اومده جامعه هستند جوون ها، دانش آموز ها، کارگران، صنعتگرها کف خیابون دارن مبارزه میکنن اینایی که فشار مشکلات اقتصادی رو بیشتر دارن میکشن اینا دارن بخش خیابونی مبارزه رو انجام میدن و البته بیرون از این بدن انقلابی ها سیاست مداره هستن که پیام انقلابی گرفتن گفتم حتی یه جاهای انقلابی ها به خواسته هاشون نرسیدن ولی اگه دنبال این بریم که ایده های انقلاب و کی اجرا کرد نگاه میکنیم میبینیم یک سری از سیاست مداره بودن که فهمیدن باید به این پیام انقلاب جواب متناسبی داد دیدن که نمیشه بهش بی توجه بود سرکوب کردن جوابش نیست این آتیش خاموش شدنی نیست و شاخص ترین چهره ای که اینجا شاید بشه اسم برد بیسمارکه آخر ویدیو به این برمیگردم و خیلی هم عجیبه چون بیسمارک ضد این انقلاب ها بود ولی بعدا میبینیم که ایده های مهمی از انقلابیون آلمان رو همین بیسمارک بود که اجرایی کرد یه نگاه هم بکنیم که کجاها انقلاب نشد و چرا نشد چون اینا چراهاش مخصوصا مهمه یکی از جایی که انقلاب نشد بریتانیاست خیلی دلایل مختلفی هم براش میگن مثلا میگن چون از نظر فیزیکی جدا بود اون ارتباط و پیوستگی که مثلا بین فرانسه و پروس و اتریش و اینا بود بین با بریتانیا نبود از هم جدا بودن برای همینم هم دیرتر و کنتر با خبر میشدن از اتفاق یا اینکه میگن نه از مستعمره ها استفاده میکرد انقلابیون رو از قبل از اینکه بخوان انقلابی بکنن شناسایی کرده بود فرستاده بود مستعمره ها مشکلاتش رو آوتسورس کرده بود بر همین استرالیا پر بود از انقلابیون بلقوه بریتانیایی یا بعضیا میگن که برای چی انقلاب کنن اصلاحات در بریتانیا از قبلش شروع شده بود بخشی از خواسته هایی رو که انقلابیون جاهای دیگه دنبالش بودن بریتانیا یا همون موقع داشتن بر همین در بریتانیا شور انقلابی خاصی برپا نشد بحث مفصلی طبعا زیادم دربارهش صحبت میکنم متخصصا ولی یه حرف دیگه هم هست توش این از همه اینای دیگه بر من تازه تر و جالب تر بود این بود که میگفت نظمی که در بریتانیا موجود بود این زینفعان بزرگی داشت در بدنه جامعه که اینا خودشون مانع انقلاب بودن آدمایی که این حرفو میزنن میگن نگاه کنید توی بریتانیا هم اعتراضهایی شد که سرکوب شد اونایی که سرکوبش کردن خیلیاشون داوطلبای مردمی بودن مزدور نبودن حقوقی نمی گرفتن برای سرکوب انقلاب ها برای حفظ منافعشون بود که مانع شکل گرفتن یک حرکت انقلابی می شدن. یا حرف از این جالب تر گاهی میگن بریتانیا همون موقع تونسته بود به سیستمی برسه که خودش در خودش به اندازه کافی اصلاح بکنه به مرور زمان که نیاز به انقلاب نشه سیستم اشکال داشت نارضایتی داشت ولی نمیذاشت که اینا جمع بشه مکانیزم خود اصلاحی بهترین تضمین بود برای اینکه سیستم در بریتانیا ثبات داشته باشه و جوابم داد به خاطر اینکه سیستم میتونست خطا و اصلاح خودش رو اصلاح بکنه انقلاب نشد یه خود درباره این حالا توی منابع چند تا لینک هست میتونید ببینید تو این ویدیو توی بخش پرسش و پاسخ مثلا درباره این ایده که میفرستاد انقلابیون و مشکل داراش رو میفرستاد به مستعمرات صحبت میکنه ولی حالا دلیلش هر چی که باشه هر وقت صحبت این انقلاب میشه یک نکته مهم و یک سوال اینه که چرا در بریتانیا خبری نشد یه جای دیگه که خبری نشد روسیه است در سرزمین های از لهستان که در سوریه بود در روسیه بود شورش هایی شد ولی در سرزمین اصلی روسیه اتفاق نیفتاد اونجا هم دلیلش این بود که یه دلیلش این بود که خب گروه های مخالف منسجمی درست نشد و البته سرکوب هم بسیار شدید و موثر بود اصلا از قبل از انقلاب سیستم خیلی اونجا بسته تر بود دولت بسیار قوی و جامعه ضعیف و اصلا نذاشت کار به جایی برسه که بخواد اوضاع از کنترل خارج بشه انقدر نیروهای روس در سرکوب معترضین پرقدرت بودن که هابسبورگ هم برای اینکه اعتراضهای بوداپست رو بکوبه از روسیه کمک گرفت و خب سرکوب چیزی نیست که طولانی مدت بشه بهش تکیه کرد دیگه نظام سیاسی برای اینکه پایداری داشته باشه مشروعیتی لازم داره که نظام های سرکوب کرد بعد از 1848 از دستش دادن هر زمان میگذشت اینا با سرعت بیشتری میرفتن به سمت پروپاشی 20 سال از این انقلاب ها نگذشته هابسبورگ مجبور شد که استقلال مجارستان را تا اندازه ای بپذیره یعنی مجارها بشن یک پایه ای از امپراتوری امپراتوری اتریش مجارستان بشه راحت به دست نیامد بعد از شکست دادن انقلاب و سرکوب انقلابیون که واقعا شدیدتر از بقیه جاها در هابسبورگ بود در همین مجارستان بود یه حکومت مطلقه جدید آوردن یک نیو ابسولوتیسم آوردن ولی خب نتونستن نگهش دارن پایدار نبود بعدم این آتش ملیگرایی و میل استقلال که در ملت ها داشت اینجا به وجود می‌آمد، محدود به همین هابسبورگ و این اروپایی ها بعداً بعدا دیدیم که دولت های ملت های شرق اروپا چطوری شروع کردن دونه دونه با عثمانی مشکل دار شدن و از عثمانی جدا شدن و اینا بعدا اعتراضاتی که عملا منطقه بالکان رو برای بیشتر از نیم قرن خیلی ناآرام کرد شاید هم حتی خیلی بیشتر بریم کم کم ببندیم ویدیو رو تاش میخوایم در این صحبت کنیم که اینا شکست خوردن یا نخوردن یعنی قضاوت تاریخی درباره اینها چیه چون قضاوت تاریخی تغییر کرده جواب کلاسیک اینه که میگن نه خب اینا موفق نشدن شکست خوردن از ایتالیا شروع شد ارتش هابسبورگ رفت اونها مبارزین ایتالیایی رو شکست داد و این شروع پایان بود از این به بعد دیگه انقلابیون باید با ارتش پادشاهی طرف می شدن. بعدم از تو شکاف بینشون زیاد شد شکست خورد یه نگاه دیگه ولی اینه که خب ببینیم اینا هدفهاشون چی بود و چقدر بهش رسیدن آقای کلارک میگفتش که انقلاب یک هدف که ندارن هزاران نیت متناقض حتی ممکنه باشه که در یک انقلابی جمع بشه برنامه ریزی هم از قبل که نمیشن یک وضعیت آشفته تا وقتی اتفاق نیفتاده اسم انقلاب رو روش نمیذارن تناقض توش هست تکسر اهداف توش هست نتیجه گیری موفقیت یا شکستشون هم ساده نیست و بعد زمان رو هم تازه باید بهش اضافه کرد یعنی وقتی سال 1850 وایسی یه جور قضاوت میکنی 2024 که وایسی یه جور یه قضاوت میکنی انقلابای 1848 هم همینطوری هستن مردم به دلایل متفاوتی آمدن به خیابون مشکلات اقتصادی، سرکوب سیاسی، آرمانهای آزادی و برادری و برابری آرمانهای ملی گرایانه، خواسته های کمونیستی و طبقاتی و کارگری اینا شرایط متفاوتی بود شدت و ضعف هم داشت وقتی گرد و غبار انقلاب نشست بعضی از این کشورها نظم جدیدی توشون مستقر شد و بخش بزرگی از امپراتوری اتریش ها همچنان سر کار بودند با نظام سرکوبی گسترده تر اما یه بخش بزرگتری از جامعه به حق رأی رسیدند در همین حکومت هابسبورگ به نوعی سلطنت مشروطه به وجود آمد یعنی از مطلق بعدا به مشروطه تبدیل شد نظام فئودالی تو بخش بزرگی از امپراتوری اتریش دیگه جمع شد مجارستان همینطور که گفتیم کم کم شریک شد در قدرت امپراتوری شد امپراتوری اتریش مجارستان از این زاویه که نگاه بکنیم قانون اساسی های کشور ها رو هم بذاریم تو دستاورد انقلاب اینکه که نظام های سیاسی رفتن به سمت یک لیبرال دموکراسی اینا یعنی جزء دستاورد های انقلاب میشه حسابش کرد قانون اساسی هلند بخشی از قانون اساسی آلمان قانون اساسی ساردینی که بعدا بخشی از قانون اساسی ایتالیا شد اینا از نتایج این انقلاب ها بود بجز همه اینا تجربه ای که آدم ها در این انقلاب کردن تجربه ای که توصیفش راحت نیست یک دانشجوی در برلین میگه وقتی من رفتم کنار مردمی که تو خیابون جمع شده بودن من حس میکردم قلبم داره بیرون از بدنم میتپه آدم های درگیر این انقلاب ها جسارت کارهایی رو پیدا کردن که خارج از شرایط انقلابی بهش فکرم نمیکردن آدما تغییر میکنن تو این شرایط یک نوعی از با هم بودن رو تجربه کردن یک سرخوشی جمعی که قبلش تجربه نکرده بودن و تو همچین شرایطی حاضر شدن جونشون رو برای کل... کلیتی که از خودشون فراتره بدن خوشبینی که براشون به وجود آمد یک تصویر آرمانی داشتن فاصله ای که میدیدن بین وضعیت خودشون و تصویر آرمانی براشون پیمودنی تر شد رسیدنی تر شد درسته که وقتی میگیم انقلاب شکست خورد یعنی این مسیر طی نشد به مقصد نرسیدن ولی وقتی نگاه میکنیم سالهای بعد که چطوری اثر ماندگاری روی اروپا گذاشت تلاشهای این آدم ها متوجه میشیم که نمیشه به راحتی گفت اینا شکست خوردن درسته اون شکست اولیش نشون داد که اون نظامهای قدیمی رو نمیشه به راحتی برداشت برای اینکه تغییرات پایدار ایجاد بشه چند قیام چند موج حرکت مورد نیازه گاهی مهمترین اتفاقات مهمتر... اونایی نیستن که به اهداف تعیین شده میرسن گاهی مهمترین ها اونایی که زمینه را آماده می کنن برای انقلابهای آینده و برای تغییرات اجتماعی بزرگتر و این کاری بود که الان که برمیگردن نگاه می میبینن 1848 کرد چه, در، چه با اتفاقاتی که در سطح قدرت ایجاد کرد و باعث شد چه با روحیه‌ای که در مردم درست کرد دستاوردهایی داشت انقلاب لیبرالا با همین دستاوردها خیلی جاها راضی بودن اصلاحات سیاسی که میلند راضی بود راضی کننده بود براشون رادیکالایی هم بودن که البته اصلاحات عمیق تر میخواستن راضی به اینها نبودن و توی همین اختلافی که بین اینها بود توی این تقسیم بندی چپ و راست شدن انقلابی ها فضایی باز شد که محافظه کارها از اونجا آمدن و شکستشون دادن و باعث شدن که این انقلاب به نتیجه نرسه اون موقع به این نتیجه نرسید ولی وقتی الان برمیگردیم میبینیم چند دهه بعد از این انقلاب ها اون 39 تا ایالت وسط آلمان متحد شدن و امپراتوری آلمان رو درست کردن اون هفتا پادشاهی ایتالیایی زبان تبدیل شدن به ایتالیا میبینیم مجارستان درست شد میبینیم این اروپای جدید بر اساس دولت های ملی بر اساس نیشن استیت ها درست شد اینا عواقب همون انقلاب های ظاهرا شکست خورده هستند در برلین در فرانکفورت اولین پارلمان اولین اسمبلی تو همین انقلاب ها درست شد وقتی میگیم اولین درست شد یعنی حتی ساختمونی هم براش نداشتن پارلمان یه چیزی که تا, تا خودش رو که یک مفهوم مدرنه نداشته باشی ساختمونی هم انگار براش نداره دیگه چون ساختمون دیگری نیست که خیلی مناسب جلسه پارلمانی باشه بر همین واسه من جالبه ببینم تو هر شهری هر کشوری کی نیاز پیدا شد که یه همچین سالونی داشته باشن و بسازن که چند, چند ده نفر بشینن توش یه جوری دور هم حرف بزنن که حالا هم همدیگه رو ببینن هم یه یکی بشینه یکی بتونه یه جا بشینه اداره بکنه نماش چه شکلی باشه چه پی، پیامی بده چه،, چه،, سیگنالی به بیننده بده و اینطوری که بهش نگاه کنی خب اصلا تا اون موقع نیازی به این ساختمون نداشت وقتی در جریان همین انقلاب ها نیاز پیدا کردن در فرانکفورت که جمع بشن یک اسمبلی داشته باشن اولین بار تو کلیسا جمع شدن اینکه سیاست رو ما تو پارلمان پیش ببریم اینا از چیزهایی که بعد از این انقلاب ها شروع شد لیبرال ها اینطوری کار میکردن و البته در برابرشون رادیکال های اومدن که میگفتن تنها راه سیاستی نیست تظاهرات هم هست انواع کلاب ها هم هست انواع نهادهای های سنفی هم هست اینا هم پایگاه های قدرتی هست که میشه باش اثر گذاشت روی تصمیم ها همه قدرت تو سیاست نیست مثل آقای کلارک میگفتش که مثل امروز که مثلا یه سری پلیتیشن داری یه سیاست مدار داری موضوعاتی رو اینا بهش توجه میکنن یه موضوعاتی رو اینا بهش توجه نمیکنن توی اینستاگرامی که مهم میشه توی توییتر مهم میشه از سوشال میدیا میاد بالا خودش رو تحمیل میکنه و حالا سیاست مداره مجبور میشه دربارهش حرف بزنه و تصمیم بگیره از یه جایی خارج از صحنه اصلی سیاست میاد که اونجا هم البته یکی از منابع قدرت جامعه است. اون موقع هم رادیکال ها میگفتن که همه سیاست اونجا نیست یه جاهای دیگری هم هست که میتونه شروع کننده حرکت سیاسی باشه اینا سنتیه که بعد از این انقلاب ها اومد ولی شاید برجسته ترین جایی که ما میتونیم اثر این انقلاب ها رو ببینیم برای ما هم با توجه به ویدیوهایی که قبلا ساختیم و دیدیم واضحه آلمانه چون آلمان اینجا متولد شد دو تا آلمان بود که اینجا متولد نشد اون لیبرال ها نتونستن آلمانی رو که میخواستن بسازن کمونیست هم نتونستن آلمانی رو که میخواستن بسازن اینا دوتا آلمانیه که درست نشد تا آلمان نهایتا سه دهه بعدش از مسیر به قول بیسمارک آهن و خون درست بشه تعنی روزگار واقعا شد که اینجا هم آرمان های انقلابی رو نه اون متفکرین و نه حتی مبارزین انقلابی اینا محقق نکردند. رویای آلمان متحد رو سیاستمدار محافظ کاری محقق کرد. سیاستمدار کانسرواتیوی که تکیه داشت بر ارتشی مجهز و قوی. یه خود البته این بحثی داره که آلمان رو چی ببینیم دیگه اگه بگیم سیستم سیاسی آلمان این این که حرف، حرف، این حرفی که زنم حرف درستیه ولی ممکنه است که آلمان رو فراتر از سیستم سیاسیش ببینیم فراتر از قیصر و بیسمارک ببینیم آلمان رو سرزمین جرمن ها ببینیم و این اونجا متولد شد یه جایی که انگار حس کردن قرار گذاشتن که یه چیز دیگری داشته باشن بالاتر از باواریا و ساکسونی و هامبورگ و پروس و اینها به نام مردم جرمن سرزمین دویچ ها دویچلند بالاتر از همه چیز این پرچم سرنگ آلمان همون موقع تثبیت شد جالب هم دیگه پرچمیه برای ملتی که هنوز کشوری ندارن مردمان آلمانی بودن دور هم آمدن هویت ملی درست کردن زیر یک پرچم طلایی و سیاه و قرمز و این شاید شکل دادن به مفهوم آلمانی هرچند از نظر سیاسی تاریخی اون موقع اتفاق نیفتاد ولی امروز که ردشو میگیرن مشخصه که در 1848 نقطه عطفش بود چند تا نکته پایانی بگم گفتم ویدیو رو میخوام ببندیم ولی چند تا نکته هست که حیف نگم یکی این که میراثی که برای ما مونده از اون انقلاب ها حالا این چیزاش که گفتم سر جای خود ولی روزنامه نگاری روزنامه نگاری یک چیزیه که از اون موقع مهم شد یک سری از فرمای کار سیاسی گفتیم مثل تظاهرات خیابانی مثل کارکردی که از روزنامه نگاری انتظار داریم و می‌خوایم امروز اینا میراث این انقلاب ها هستن برای ما اولین واقعه تاریخی مهمی هستن که روزنامه های آمریکایی خبرنگار فرستادن آمریکا که پوششش بدن زمان ناصر شاه از آمریکا خبرنگار آمد اروپا که اینها رو پوشش بده یه چیزی هم که من دنبالش بودم ببینم که این انقلاب ها در ایران چه پژواکی داشته چی چی ازشون گفته شده اون موقع خبرش کی رسیده اثرش چی بوده خیلی چیزی پیدا نکردم میدونیم که این ایده ها خیلی هاش ده چند دهه بعد در نوشته ها و فکرهای های مشروط خواهان ایران مطرح میشه ولی اینکه اون موقع چه صحبتی بشه و اینا من چیزی پیدا نکردم اگه حالا شما چیزی دارید یا میدونید لطفا توی کامنت ها بگید یه حرف فوقالعاده دیگری هم من شنیدم توی این ویدیو از آقای کریستوفر کلارک استاد تاریخ دانشگاه برلین گفتم خیلی از حرفهای این ویدیو بر اساس ایده های این حرفه اصلا خارج از موضوع این ویدیو برام خیلی جالب و آموزنده بود میگفتش که ما وقتی داستان انقلابهای 1848 رو نگاه میکنیم باید حواسمون باشه این فقط داستان لیبرال ها نیست فقط قصه آزادی خواهان و روزنامه خونهای کافنشین و اینها نیست ما درسته به عنوان مثلا یک آدم لیبرال قرن بیست و خودش ایشون میگفت به اون صحنه که نگاه میکنیم با هم فکرای خودمون همزاد پنداری میکنیم چشممون دنبال اونا و خواسته های اونها و سرنوشت اونها میره ولی خیلی خطا میشه اگه ما حواسمون به بقیه نباشه مخصوصا به قدرت مستقر نباشه چون اونا هم به عنوان قدرت قدیم دارن تلاش میکنن در شکل دادن به آینده به آینده نزدیک خودشون و آینده دور که میشه آینده جایی که ما توش هستیم تلاش میکنن در شکل دادن به این یه نقشی بازی کنن اثر بگذارن روش دیگه همونطوری که قدرت جدید که جامعه باشه اونم هم داره تلاش میکنه همین کار رو بکنه و تا یه مدتی اثرگذاری اون قدرت قدیم بیشتره یعنی کانسرواتیف ها و محافظ اثرگذاریشون از لیبرال ها بیشتره. هرچند در این اثرگذاری خودشون هم متحول میشن. حکومت های پادشاهی هم متحول میشن. سیستم اداریشون متحول میشه. اگر که نگاه کنی نگاه پراگماتیستی نگاه عملگرایانه توی اینها رشد میکنه. زیاد میشه بعد از این دوره. اون کانسرواتیف هایی که منعتفتر هستن و اون لیبرالایی که میتونن با اینها همکاری بکنن اینا نیروهای سیاسی جدیدی میشن یعنی ائتلاف تازه ای از اینها شکل میگیره واقعیت اینی که سانسور کمتر میشه دولت ها از سانسور میرن کم کم به سمت حالا مدیریت کردن اطلاعات اصلا حکومت های بر از این انقلاب ها که همون حکومت های قبلی هستن که عموما اینا همونان ولی یهو شروع میکنن از دستاوردهای اقتصادیشون صحبت کردن رشد اقتصادی از یه جایی میشه چیزی که بهش افتخار میکنن ازش مشروعیت میگیرن که ببین ما چه خوب کار کردیم پس ما خوبیم اینکه شهرهای اروپایی شکلشون طراحیشون بعد از این انقلاب ها عوض میشه یک نشانه ای از تغییر بزرگ جامعه توی داستان وین یه خورده ای گفتیم این قصه رینگ شقاسه و داستان پاریس هم هست مادرید هم هست اصلا فضای عمومی ساختن یک جایی در شهر برای استفاده مردم ساختن بهتر کردن زیر ساختا اینا همه تغییر دادن اولویت هاست در حکومت های اروپایی اینا چارچوب جدیدی برای ارزیابی و برای حرف زدن درباره سیاست اینا خیلی تغییرات بزرگی که نسبت داده میتونن بشن به همین انقلاب ها به طبعات این انقلاب ها اینکه یک نیروهای از سمت چپ و نیروهای از سمت راست متمایل شدن به مرکز و مرکز رو درست کردن و مرکز رو سنگین کردن و از اونجا شروع کردن به کار کردن و ساختن بدنه ادمینیستریشن اینطوری درست شد از ائتلافی از نیروها در مرکز در همه اروپا میگه نشانه های این تغییرات رو میشه دید در در فرانسه میگه لوی ناپلون سوم خودش رو سرکوب کننده انقلاب نمیدید کسی میدید که داره تلاش میکنه نیروهای اون انقلاب رو بندازه تو مسیر درست و نیروهای اون انقلاب هم بعضی هاشون بعض از رادیکالاشون واقعا اومدن تو نهادهای حکومتی چه توی فرانسه چه توی, چه توی اتریش پلیس شدن وزیر شدن و تغییر کردن حکومت ها تغییر کرد همونطوری که کلیسای کاتولیک عوض شد آزادی مطبوعات که به دست آمد عملکرد پاپ خیلی رفت زیر سوال که پاپ با مردم نیست چه جور پاپی که مردم رو سرکوب میکنه کلیسای کاتولیک عوض شد و شاید دیگه بزرگترین عوض شدن رو نمودش رو بشه تو همون بیسمار که دید که دو سه بار اسمش رو تو این ویدیو گفتیم بند بند وجودش مخالف انقلاب 1848 بود ولی در دهه های بعد خودش شد منبع تغییر بزرگی چون تغییر بزرگی کرد به یک معنای زندگی سیاسی در دنیای بعد از 1848 رو نه تنها پذیرفت که اصلا رفت بغلش کرد بنای کشور تازه آلمان رو بر اساس اون درکش گذاشت تو یک سخنرانی در غایشتاک در برلین بیسمارک همیشه مخالفت کرده بود با انقلاب 48 مشهور بود به مخالفت باش گفت اون انقلاب الان دیگه یک فکت غیر قابل برگشت تاریخیه بعدش که از جایگاه میومد پایین حق حق میگن گریه میکن داستان بیسمارک رو جای دیگه گفتیم به نظرم اینجا جای خوبیه که این ویدیو رو ببندیم اگر علاقه مندید چه توی ویدیوی تاریخ آلمان چه ویدیوی داستان خود بیسمارک وقت خوبیه که یه خود اونو ببینید اونم باز یه یاداوری میکنه که چرا این انقلاب ها با اینکه شکست خوردن در واقع شکست نخوردن